مستند خدعه، مستند بسیار بسیار جالبی از تلویزیون VOA صدای آمریکا. این مستند خیلی 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 جالبه دوستان، حتما ببینید. مستند خدعه، ببینید چطور یک مش حرومزاده هنوز میان و ادعا میکنن که یه ناخوند ببنه‌ای با آفتابه اومده و فریبشون داده. گفتم که یه کسی داره با خشم و نفرت میاد ایران. گفت منم طلبه و هیچ چیز در زندگی بیشتر از این نمیخوام که برگردم به قم و کار طلبگیم از لا بگیرم. به تدریج دیکتاتور شد ولی بنمایه هاشو داشت. نمیخواست کسی بدونه که ولایت فقیه چیه. خیلی سیستم عجیبیه دیگه که فقیه باید اصلا حاکم بشه. همه با همه آقای خمینی تبدیل شد به همه با من. منظورش فاحشه نبود، منظورش حضور زن بود. حالا ببین هر چی اومده همه این شکر کننده های چونی مادر قوی حروم زدن اون نوشابه امیدی جاکش بگیر تا این در جامعه اون حرفایی که بعدن زد کمتر توی سازمان چریکای فدایی خلق یک اطلاعیه داده بود و در این اطلاعیه از امام خمینی حرف زد. کسی قصه اینو نمیخورد که ممکنه استبداد بیاد بیرون. چرا روشن فکری ایران جا موند از آقای خمینی؟ اون چیزی رو از او دیدیم که میخواستیم ببینیم و خیلی از واقعیت‌ها رو هم نخواستیم ببینیم. مثل خیلی از آخوندهای المنت مردم فریب یا به اصطلاح دماگوژیک داشت، میشه گفت به قول خودش خدعه. گفت خدعه کردیم. سرتون این چون نشور آشغال، این آشغال شما به حرف زدن این دقت نمی کردین؟ ما در قوا چجوری این خود را از این خوردیم؟ مادر تکتون سج بگرد این آموزهی همین بگرد خود اکردیم مهر ماه 1357 اروپا سر در می آورد، جایی که در آن در کمتر از 5 ماه از مرجعی تندرو با پیروان محدود به چهره جهان فرانسه کسکش بی همه چیز، اون فرانسه حرومزاده بی همه چیز، این چونی از نجف برمیداره میبره اونجا، اون فرانسه تخم حروم که هنوز که هنوزه هر جا شلوغ میشه انقلابی میشه، این انقلابیون اولین کشور اروپایی که به رسمیت میشناسه اون فرانسه مادر جند است. ننه تک تکتون رو گاییدم، این ساختمون خراب میشد همه تون له میشد این زیرش. تخم حروم های مادر جنده نفه چونی هایی بیشتر آشان آیت الله در نفل شاتو عبایی لیبرال برتن میکند، اغلب با فاصله از مواضع تند اسلامیش از فصل مشترک اعتراضات مردمی در ایران سخن میگوید. براندازی نظام پادشاهی، مبارزه با امپریالیسم و برابری برای محرومان. ما فرض میکنیم که شاه خیلی هم مرد سالمی فرض کنید باشه، خیلی هم آدم صحیحی باشه. نیست آخر آدم صحیحی نیست که ما بشکعی ها، ما که در بشکه رفته ایم کونه هم دیگر گذاشته ایم، آدم های صحیحی هستیم. صحیح هست خیلی هم خدمتگزاری به مردم باشه. وقتی مردم یه خدمتگزاری رو نخواستن با کنار برن. اونی که تو آقای خمینی برای ما که نسل انقلاب و انقلابیگری بودیم و اینها مداقه های تئوریک و اینا نبود، همینقدر که خمینی فعل شاه بود و اسرائیل و آمریکا و تندم برخورد میکرد و اینا کافی بود که دل ببر از یه جوون انقلابی. معلومه که اگر ایشون که اون مغزت سازگارات ریدم توی اون سر کچلت کسکش بی ناموس
تو جوان انقلابی بودی، تو کونیه بی همه چیز جوان انقلابی بودی، فقط چون ببین کارکسته ها رو ببین، فقط چون ضد آمریکا و اسرائیل بود، انگار آمریکا و اسرائیل همشون حالا کارکسته های ما در جنده ولد زنده، تمام این جمعی که داره باشون مصاحبه میکنه تو آمریکان با کی دارن حرف میزنن، همه ضد امپریالیست بودن ما در غربا، تو آمریکان مرکز امپریالیست و دارن با رسانه همون امپریالیست مصاحبه میکنن، میگن ما فریب خوردیم. این آدم افغانی وزیر مشاور زنان وزیر مشاور زنان در دوران پهلوی در این حرکت های شرکت نگیم هیچ کدوم، ولی تقریبا میشه گفت که اکثریت مردم به هیچ وجه اینو نمیپذیرفتن. کجا این حکومت اسلام دیکتاتوری بود است که حال این از این میترسن دیکتاتوری چیه؟ حکومت قانون است. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را حذف کرده، یک زول بخونه، یک سیلی رو بزنه. اما برای جستن یک کارکستا این لحجه اینو ندیدین، این بی سوادی تو حرف زدن اینو ندیدین شما کسکشا چونی آخه واسه چی؟ آخه من موندم حیرون اینه، چه نسل حرومزاده از خود راضیه، هیچ کدومشون نمیگن ما اشتباه کردیم، این نزن گردن همدیگه گوش کنید. آیت الله از دیکتاتوری مذهبی تضادی آشکار را به نمایش میگذاشت، تضادی آشکار با آنچه پیش از آن گفته بود و آنچه پس از آن کرد. میخوام به نحوی منفجر شم که چرا مردم ما واقعیت ها رو نگاه نمی کنن. آقای خمینی کتابی نداشت، یه سری چیزایی رو صحبت کرده بود که دو سال آخر اینا رو به خصوص برای فقط چند تا از روحانیون فرستادن، نمیخواستن اینو چاپ کنن، نمیخواست کسی بدونه که ولایت فقیه چیه و اون چه نقشی در اون میتونست داشته باشه. بابا رسالش رو که چاپ کرد، پرویز ثابتی گفت رسالش که بود، رسالش رو چاپ کرده بودن که میخوای منفجر بشی عدس مردم نفهم بیشعوره که اصلا اهل مطالعه نیستن. رساله این کونی بود که فرخزاد میخوند، اون موقع هم که فرخزاد میخوند مردم نمیرفتن باز کنن بخونن، یا شما نخوندین من براتون میخونم، دیدین دیگه فرخزادو خدا بیامرزه، مردم رساله رو بگو پرویز ثابتی چاپ کردیم الانم خودمون عمدن پخش کردیم، نمیخوندن مردم. یعنی اگه یه بری از رساله خمینی شما بخونید انقدر شیرینه، انقدر زیبا گفتن آیت الله آفتابه، مرد آفتابه‌ای، کونی آفتابه‌ای، که تا تهش باید بخونی ببینی چیه. همه درباره همه مسائل درباره رساله، درباره مبحثی دادن و کردن، همه زیر کمره کشور میدین دست این کونی. ریدم تو مغزتون ما در قبه ها معرفی کرده به عنوان کسی که در کالیفرنیا تدریس میکنه، حرف منو قطع کرد، گفت منم طلبم و هیچ چیز در زندگی بیشتر از این نمیخوام که برگردم به قم و کار طلبگیمو از نو بگیرم. اون موقع برای من موزیکی بود که برای من گفتم عجب، این انسانی که امروز رهبر این انقلاب، رهبر معنوی این انقلاب شده، اصلا علاقه به قدرت نداره. خارکسته خر تو مغزت من ریدم، آشغال کونی نفهم تو مغز پوکت من ریدم. منصور انگار برای من یه موسیقی بود، چه علاقه به قدرت نداره. آخوند کیونی تو نشناخته بودی تو این سن و سال؟ آخوند رو نشناخته بودی؟ چه خارکسته؟ نمیدونستن مردم دیگه. مردم اگه داستان بشکه ها رو متوجه بشنن، این کونی ها میرن تو بشکه، نه این مادر غربه ها سوار بشن پیاده دیگه نمیشن کسکشا که مفخوره. این انسانی که امروز رهبر این انقلاب، رهبر معنوی این انقلاب شده، اصلا علاقه به قدرت نداره. وقتی که اونجا با قاطعیت گفته میشد که ایشان میروند در قم و خودش هم میگفت من میرم در قم و مثل یک طلبه، مثل یک روحانی اونجا زندگی میکنم و حکومت و دولت و دست در واقع کسانی که این کارن میسپارم، به خودم میگفتم که در واقع شاید ما در حال یک انقلاب از نوع جدیدی هستیم که درش معنویت و مذهب میتونه این کسکشن نگاه جامعه شناس، سعید پیوندی جامعه شناس،
این کسکشو نکنه، این افکار چپ داره دیگه. مذهب میتونه خیلی، ما دنبال، ما در جامعه ای هست، جامعه تو اصلا نمیشناختی چونی، چجور جامعه شناسی خوندی تو؟ نقش مثبتی بازی کنه در جهت اخلاقی کردن انقلاب. میخواییم خرابه هایی که شاه ایجاد کرده ترمیم کنیم و به جای شاه یک حکومت عدل اسلامی، حکومت دموکراسی به حسب به تمام معنا، حکومت مستقل و ایران مستقل میخوایم درست کنیم. ساخته ایران مستقل درست کرد دیگه، الان ایران مستقل از دنیا. دقت کرد یه خمینی خارکسته جانشینت کونیته از خودت، همون منصوری رفته، الان مستقلیم داداش، مستقلیم از دنیا. یکی ما مستقلیم، یکی کره شمالی. مستقل، مستمع آزاد برای خودمون هستیم. ایران آزاد مستقل درست میکنیم انشاءالله. درست کردی داداش، کی هم تو اون بیافت. حکومت عدل اسلامی، حکومت دموکراسی به تمام معنا. آخوند کونیه کونگوشات، آخوند کونیه کونگوشات که ارو انش بلند نمیشه مادر جنده، یه سلاخ بالا یه سلاخ پایینه، تکون نمیخوره خالکسته، اومده تو خیابون همون امام عبا، این کسکشه دستوی گرفتن و باش حلقه زدن. آیا تندروترین مرجع اسلامی ایران که حتی با حق رأی زنان هم مخالف بود میتوانست منادی دموکراسی آینده باشد؟ کسی قصه اینو نمیخورد که ممکنه استبداد بیاد بیرون. شاه بره، هرچی بیاد بعض اونه، مملکت گلسون میشه و عدالت اجرا میشه. درسته که این آخونده سیاسی شدن و ضد دیکتاتوری بودن، به اصطلاح ضد شاه بودن، ضد غرب بودن، منتها زاویه مخالفتشون با روشنفکرا خیلی فرق میکرد. اونا مخالف تجدد بودن، مخالف هر چیزی که مدرنه بودن. ما روشنفکرا باید اینو میدیدیم، باید تشخیص میدادیم که جنس مخالفت ما با به اصطلاح امپریالیسم با جنس مخالفت آخونده خیلی فرق میکنه. مادر قهبه ببینی، همشون مخالف با امپریالیسم بودن، کرمکیونشون بود دیگه خارکستا، کرمکیونشون بود دیگه، مهره روس بودن دیگه. فقط علم مخالفت با علم میگفتم که کجا؟ مرکز امپریالیسم همشون خارکستا. این تلویزیون امپریالیسم داره ما اینا مصاحبه میکنه. تنها من نوجوان، بلکه بزرگتر از ما، بزرگای ما اون موقع نقطه منفی مهمی از آقای خمینی ندیده بودن. شما اصلا جملات آقای خمینی تو پاریس ببینید، همش این که دموکراسی و جمهوری، همین جمهوری که فرانسه میگه. اما جملات آیت الله در پاریس فقط هم درباره دموکراسی و جمهوری نبود. در بعضی از محافل و مطبوعات غربی گفته میشه که یکی از رهبران سیاسی ایران با شما موافقتنامه‌ای رو تحصیل کردیم. آیا این امر صحت داره یا نه؟ و اگر صحت داره، شما در کدوم یکی از اصول اولیه‌تون تجدید نظر کردید که به چنین توافقی رسیدید؟ اصلا همچین مطلبی نبود است که موافقت باشه. بعضی از سران جبهه ها آمدن اینجا و با من صحبت کردن، من مطالبی که داشتم به اونها عرضه کردم، اونها قبول کردن. نه اینکه توافقی کردیم و تنازلی نبود. مسائلی که من میگم قابل تنازل نیست، کسی نمیتونه. همین چه کسکشی هایی بود، چه کسکش هایی بودن اونها. مادر قبول قبول کردن، تو برو شاهو بیار پایین. آره بعد میری قوم دیگه خارکسته، آفتابار برمیداری بینی قوم، آفتابار وردش گرفت کیون یا رو مملکت در اون تجدید نظر بکنن. همچی چیزی نبود است که ما با دیگری توافق کرده باشیم. ما گفتیم اینها پذیرفتن، تا مادامی که بپذیرن همون مطالب را و هر کس بپذیره است از ما، و هر کس که نپذیرد به ما ارتباطی نداره. ما ارتباط به ما یک کسکش بود. این از کسکش اعظم، این خارکسته تر از این، نفهمتر بیشورتر از سنجابی نیست. این چونی جبهه ملی بوده مثلا. بی ناموس این چی میگه الان؟ شما اطلاع دارید که حضرت امام خمینی کتابی در مورد حکومت اسلامی نوشتن و نظراتی دارن در مورد حکومت اسلامی. شما فکر میکنید یک همچین حکومت اسلامی با موازین اسلام میتونه در ایران به سر کار بیاد؟ من تصور میکنم که نظر آیت الله خمینی با اصول دموکراتیکی که ما اعلام میکنیم، اعلام کرده ایم و میکنیم، یعنی
جمعیت‌های آزادی‌خواه ملت ایران اعلام می‌کنند تفاوت زیادی نداره. آیت الله خمینی اونطور که من استنباط می‌کنم اون چرا از حکومت اسلامی می‌خواهند تقوا، فضیلت، پاکدامنی و عدالت است. یا اینها اصول اساسی هست که در مبانی اسلام و در موازین اسلامی است. من مکرر اسلام می آید و کسکش مادر جنده می گوید که ملی گرایی حرام است، ملی گرایی جرم است. هر کسه کیرم تو اون کرواتت بی ناموس بی شرف. در اظهار کردم که در یک کشوری که 98% اون مسلمان هستند، اگر این مردم در یک انتخابات آزادی رأی بدهند و نمایندگان خودشون را انتخاب بکنند و حکومتی تشکیل بدهند که مورد موافقت اونها باشد، این حکومت به تبع اسلامی خواهد بود و با اون چه آیت الله خمینی بیان میکنند نباید تفاوت زیادی داشته باشه. پس مثلا با این حرف زدن اون موقع است دیگه، این جمله‌ای که گفت خمینی و مثلا سرش شیره بماله، این مردم رأی بدن همه مسلمانن دیگه. آقای خمینی خب فکر نمی‌کرد خمینی با آفتابه بیاد بشه شخص اول؟ کسکشی فکرش نمی مخیلش خطور نمی‌کرد، چون این قدرت دیگه اصلاً افتاده دست ان مغزای خمینی. ما در زندگی نفهم سنجابی کسکش مگه ول می‌کنه این اصلاً رو؟ چه خری بودن فکر میکردن همینجور ببینن چون چرا اصلا جلو افتاده این مادر قبیل چونی چون نشور که مال این مملکت هم نیست؟ چرا جلو افتاده؟ بره قوم؟ اینقدر خر بودین شما؟ این بره قوم؟ آخونده چونی که خر مفت بودن توی بیابون پیدا کنه نلشو میکنه این کسکش، این بره قوم؟ تمام قدرت دیگه دستشه، بره قوم بشینه؟ زد ننتون آگاهید. آیت الله آشکارا میگفت هر کس بپذیرد با ماست و هر کس نپذیرد بر ما. آیا این باورهای مذهبی مردان انقلابی بود که پیشبینی آینده را دشوار کرد؟ دکتر بود، دکترا داشتن اینا همه تحصیل کرده بود. اما تو زن این ملی بود، اون کشای چپ هم، اون دیوسا ضد امپریالیست. یه نفر اومده با افتابه میگه، اونم پوش میده به امپریالیست. اون کسکش فکر شیکم و زیر شیکمش مادر جنای حروم زده. اونایی که اونجا بودن که مذهبی بودن، یعنی به آقای بنی صدر روی سرندیپیتیون کسکشه نگاه، زن اون یه رو هاپو کوماره، اون گوهی که با خامنه ای هم چیز بود، هم بندی بود، این اشغاله نگاه، این زنی که عاشق نوشابه امیری اشغال. سرندیپیتیون که دوبلر کارتون بود یه خود ساده. اینا که مذهبی بودن، آقای بازرگان به خانمان دست نمی دادن. آقای سنجابی اینطوری نبودن، ولی مشکلات درون جبهه به اصطلاح ملیون و نهضت آزادی و این گروه انقدر زیاد بود که اونا سر حرفاشون یا سر اون چیزی که میخواستن نه ایستادن یا نخواست. مادر جنده چپ رو نگاه کنید، مادر جنده بیناموس چپ رو نگاه کنید، هنوز که هنوزه نمیگه اشتباه کردیم، مشکلات اونا زیاد بود. تن یا نتونستن. ما در حقیقت سوادمون نسبت به جامعه شناسی سیاسی اسلام خیلی پایین بود، خود اسلام سیاسی رو خیلی کم میشناختیم. این المنت های بابا اسلام سیاسی اصلا نمیخواست، اون رسالهش رو چاپ کرده بود پرویز ثابتی، بدبخت بنده خدا که چاپ کرده بود، شما نخونده بودین رساله، این کسکش رو میخوندین، آداب مجامعت با شیرخور، کودک شیرخوار داره این خارکوسی، یه همچین کونی چجوری میخوایم بذارین سر قدرت؟ خب ریدم تو اون مغزتون پدر سگای حروم زاده، چه پر روی یعنی اینا زد غربیشو میدیدیم، ولی الیمنت های زد تجددشو، عوامل زد تجدد و زد زن و زد اقلیت و اینا رو نمیتونستیم ببینیم. ما اخشار ملت دهقان ها. سخنان آیت الله زد و نقیض بود، اما میشود چه که باوری به آزادی احزاب سیاسی ندارد.
و اما مارکسیست ها و کمونیست ها هیچ نقشی در ایران که 30 میلیون یا بیشتر مسلم دارد و همه با فریادهای اسلام طلبی به پا خواستند هیچ نقشی اونها ندارند و ما از اونها هیچ خوفی نداریم. خارکسته منصوره خامیش من رفت مادر جنده بی ناموس، این داره حرفشو میزنه که فکر نمیکرد این قدرت بیفته دستش، یه مش انمغزو میزه تو خیابون اسلام اسلام میکنن قدرت اصلایی بیرن دسته به سرنیزش میکنه سکونه از کشور یا فرار کنی یا میکشته. یعنی سیاست ندار به صلاح ماکیاولیست بسیار زبل روباه صفتی بود. مادر قبه کونی دیدی چی گفت؟ برای اینکه آره مغز خودشو توجیه کنه، برای اینکه این فریب خورده دیگه، خب چون لخت تو سیاست ولش کردن دیگه این خارکسته رو، برای اینکه خودشو توجیه کنه داره خمینی رو تبدیل میکنه به یه نوع سیاست مداره ماکیاولی. اصلا بابا این واضح بود که این کسکش حرف زدن بلد نبود. خنده داره اصلا مصاحبه هاش رو ازش بپرسه این اسلحه را کجا نمیدونم، اطلاعی ندارم، نمیدونم، نه خیر، نمیشود. این ماکیاولی و عجب بود چه پر روی هن اینا. روباه صفتیش بی نظیر بود، خود اومد از چپ استفاده کرد، لیبرال و مصدقی ها رو از بین برد و بعد که از اینا خیالش راحت شد بلای سر چپ رو برد که شاه هرگز نمیتونست بسته رو بیاره. بنابراین خلاق چونی رکب از انگلیس خورد، این کست کشه، این نفهم بیشور، این انه که اصلا حرف زدن هم بلد نبود که این چجوری آخه؟ اینجور گیریم شاه مادم خوبی بوده است، اون مردم ها شما را نمیخواهند. یه سوال میپرسیدی ازش، مردم چرا شاه را نمیخواهند؟ خب همین مردم چند به یه سال نکشید گفتن چه گویی خورده، به یه سال نکشید. ببین توی کمتر از یه سال بود دیگه، بعدش بعد 57 بعد اون رفراندوم که شاه فوت کرد دیگه، دق کرد مرد، از همون موقع شروع شد تو نور به قبرت بباره. این مردم الاغ نفه هم موندم این نسل 57 نتونم انگاهیدم چه کسکشای خری بود نشم. خمینی که او بعد تمام اون اعتقادات، تمام اون ادعاها و تمام اون بدیل‌هایی که قبل از انقلاب وجود داشت، اینا همه محو شد و شخصیت او بود که راهنمای ایران آینده شد. I would not have any position in the future government as such, being the president or the prime minister. And my job is not to be as such. I will be some sort of supervising their activity. آره داره میگه من نقشی در آینده ندارم، من میرم گفتم I have an آفتابه and go home and tear as a tour in the country. ملت اسلام را میخواهند و ملت رم کردن، چه چیزی از این بهتر؟ این حکومت تا به حال دست ما کونی ها که له له می زدیم نیفتاده بود، حالا هلو به پر تو گلو افتاده. من بروم قوم آناناس. شب و روزگارتون خوش.